سرخط تازه ترین خبری که دقایق پیش به دست ما رسید. هموطنان پشتون، صفتان را مشخص کنید. به نام خدا و با تقدیم سلام به مجمع خبری چینل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان رزاق مامون در روی وبلاگ خود چنین نگاشته است: هموطنان پشتون، صفتان را مشخص کنید. با قلم مصطفی احمدی. امروز طالب های وحشی تر از گذشته شده و با همه ارزش های انسانی دشمن هستند. در کابل، پنجشیر، اندراب، پروان، کاپیسا، تخار، ننگرهار، کندهار و غیره هر شب انسان ها را به قتل می رسانند. ولی صدای مخالفت نظامی فقط در پنجشیر، اندراب و کاپیسا است. هنوز و شاید به زودی در هرات، پروان، بدخشان و قندوز هم صدای مخالفت مردم از ملت و فرهنگ هایشان شنیده شود. اما همه سیاسیون پشتون که دارای اندیشه های پشتون والی هستند، در برابر این جنایت طالب ها یا تسلیم طالب ها شدن مثل گلبدین حکمتیار، گیلانی ها و گل آقا شیرزای و کرزی، یا سکوت مرگ بار نمودن که این سکوتشان هم نشان رضایتشان از جنایت طالب هاست. بحث استاد سیاف با حلقات پشتون والی متعلق جداست. او یگانه رهبر زنده از نسل اول نهضت اسلامی اخوانی های افغانستان است که برایش اصول فکریشان مهم است و از نظر تباری هم از قوم سادات کابل است. شاید این جنگ 3 تا 10 سال دیگر در برابر طالب ها دوام کند و این بار کسانی صاحبان اصلی این وطن هستند که موقف واضح در برابر اشغالگران تروریست دارند. پس از این به هیچ سرخم سیاسی اجازه داده نخواهد شد که در برابر خواست های بر حق مردم مقاومت استاده شوند. هنوز فرصت دارید که یا بروید همه تان در کنار طالب ها تا همه تان یک جا تصفیه شوید، و یا بیایید در صف مقاومت و همصدا شوید با حوزه ضد طالبانی. همچنان این در حالی است که قهقه نیمه شب ابلیس در آخرین جلسه پنجشیر. گزارشنامه افغانستان رزاق مامون در پست دیگر: آخرین ساعت گفتگوی علمای قبل از سقوط پنجشیر در محضر احمد مسعود. شرح نگار مولوی امین الحق از آخرین جلسه پنجشیر عکس سلفی گرفته است. سقوط ناگهانی کابل در آگست 2021 جبهه مقاومت ملی را سر از نظر انسجام نظامی و سیاسی به هدف مقابله همه جانبه با وضع اضطراری در تیرس تهدید قرار داد. گذشته از مشکلات جدی در هماهنگی در سقوط و اداره جنگ، رخنه و پویای های مرموز حلقات مختلف بر حجم تهدید و امکان گرفتن یک تصمیم اشتباه شدیدن افزوده بود. ناگه خبر آمد که یک تشکیل 100 نفری علمای فعال شده است تا اول با شبکه حقانی گفتگو کند. سرپرست هیئت مولوی امین الحق دشت ریوتی بود که تشکیلات از قبل سازماندهی شده با تصمیم از قبل گرفته شده بود، با فیصله از قبیل انجام شده را آرایش داده بود. منابع جبهه مقاومت ملی پس از همکاری علما با شبکه حقانی و سقوط پنجشیر در تماس با گزارشنامه افغانستان بیان کردند که رهبری جبهه از تشکیل مرموز هیئت علمای اطلاع قبلی نداشت و زمانی به این امر واقف شد که 100 تن از علمای ناگهان به صحنه ظاهر شده و دور از احمد مسعود حلقه زنده که ما آماده شده ایم برویم نزد طالبان از جنگ جلوگیری کنیم تا امت اسلام صدمه نبیند و قصل عدیها. امین الحق خطاب احمد مسعود میگوید که وضع حاد است و عاجل تصمیم گرفته ایم که جنگی صورت نگیرد. احمد مسعود در وضعیت حساس و ناشفاف متوجه شد که در برابر عمل تقریبا انجام شده علمای قرار گرفته اند که در غیاب وی همه چیز را اول بین خود فیصله داده و احتمالا با شبکه حقانی نیز هماهنگی کرده اند. کسانی از جنگ طالبان در پنجشیر به طرف شما فیر می کنند. صبر و بزرگ پیشه کنید
پدر مردم هستیم. تحمل کنین، ارتباطات جهادی بین ما وجود دارد. فاصله هایی را که در این سالها دشمنان بین ما خلق کرده با فیر چند نفری که فیر می کند ختم نمی شود. این بود اعلام پدرخواندگی امین الحق به شبکه حقانی. اصل جریان چی بود؟ صورت کلی ارزیابی منابع نظامی و سیاسی جبهه مقاومت ملی از وقایع اتفاقیه طوری که به گزارشنامه افغانستان اجرا شده چنین است. از صبح فردای واگذاری برنامه ریزی شده کابل به شبکه حقانی، توجه محافل داخلی و خارجی به سوی پنجشیر بود. احمد مسعود در جلسات اولیه اعلام کرد که طالبان برنامه یورش به پنجشیر را روی دست دارند. وی به ایحت علما که قبلا و خود سر تشکیل شده بود اشاره کرد که با طالبان صحبت میکنند تا از حمله بر پنجشیر دست بردارند. این هیئت تقریبا در شرایط خاص تحمیلی به شکل مرموز تشکیل شده و به احمد مسعود فشار می آورد که ما علمای پنجشیر هستیم و باید برویم تا با طالبان مذاکره کنیم. این دسته با وجودی که در سخنان پشت پرده و روی صحنه از طالبان فقط آتش بس گدایی می کرد، در یک مرحله احمد مسعود را مجبور کردند با مأموریتشان سازگاری نشان دهند. اجتماع هیئت و اهداف مورد نظرشان از قبل دستکاری شده بود، اکنون روشن شده است که در اصل سعی بر آن بود که با مطرح کردن آتش بس از طریق التماس و برادری تصویر ابهت صلابت و اقتدار جبهه مقاومت پنجشیر در عرصه جنگ و تصمیم گیری های سیاسی بیش از پیش در ذهن دوست و دشمن مخدوش گردد. همین اصرار پیوسته این مولوی های سیاست نفهم که از ماهیت سیاست پاکستان و گروه نیابتیش و درستی آگاهی نداشتند، از موضع ضعف و لفاظی عزم گروه حقانی بر حمله حتمی بر پنجشیر را جزم کرد. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما، ویدیوهای ما را لایک، سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقات خوش داشته باشین. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد.